با درود سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستین. من مرتاد هجیر هستم با یکی دیگه از برنامه های پرژن وارس که مصاحبه میکنیم با ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان و دستاندرکاران ورزش ایران و جهان. امروز در خدمتتون هستیم. امروز به یکی از ورزش های پرطرفدار رزمی میپردازیم، ورزش زیبای کاراته که از هنرهای ورزشی رزمی به حساب میاد و در واقع هنر مبارزه با دست های خالی هست. ورزش کاراته در سال 1342 توسط استاد فرهاد وارسته در ایران تأسیس شد و ایشون یکی از بنیانگذارانش بودند که امروز افتخار داریم با آقای پیروز وارسته، قهرمان کاراته و قهرمان بدنسازی، در همین زمینه گفتگو داشته باشیم. آقای وارسته سلام، امیدوارم خوب باشید. سلام مهدا جان، خیلی خوشحالم که فرصت به من دادین که با خودتون که خیلی سالا شده که با هم دیگه صحبت نکرد از یه دیدارت برنامه عید بود، نمیدونم که بود، چندین سال پیش دلتنگت بودیم و همین که یه فرصت بهم دادین که با دوستای ایرانیم یه گفتگویی داشته باشم و خیلی تشکر میکنم ازتون. ممنون پیروز جان از وقتی که به ما دادین. برای شروع، البته همه شما رو میشناسن، خانواده ورزشکار شما رو میشناسن، اما دلم میخواد که برای بینندگان عزیز ما شما خودتون معرفی بکنی که چطور این ورزش رو شروع کردی، از چه سالی، و یه بیوگرافی از خودتون لطفا بفرمایید. من پیروز وارسته هستم و از سنی که خودم یادم نمیاد، ولی خب تو عکس‌ها نشون داده شده، دو سال و نیم سه سالم بود که علی پدرم شینان فرهاد وارسته که بنیانگذار کاراته در ایران بود و سبک کانزنری رو به ایران آورد، در سنین خیلی کوچک در خونه با من تمرین کاراته رو شروع کرد، تا اینکه تقریبا میشه بهتون بگم بین 3-4 ساله بودم که هنوز اون زمانم کسی به سن من باشگاه نمی آمد، ولی شروع کرد منو به باشگاه کاراته بردن و بین شاگردای بزرگسالش شروع به تمرین کردم که کتک‌های خیلی سنگینی ازشون خوردم، چون همیشه چیز معروفی بود که اینا میگفتن این بود که زورمون به پدرت نمیرسه ولی به تو میرسه. جایی که میشد کتک خوردیم که به جایی که رسیدیم و کلن تمام زندگیم کاراته بوده و زمان که خدا بیامرزتش پدرم بالا سرم بود و یه نصیحتی که بهم میکرد دورانی که از ایران خارج شدیم و رفتیم فرانسه، حالا داستان خیلی کوتاهش رو میگم، همیشه بهم میگفتش که فقط تو کاراته نمون، برو باشگاه دیگه خودتو تست کن، امتحان کن، نه اینکه بری مثلا ببخشین با کسی بخوای صحبت مبارزه کردن، و چون مهمترین چیزی تو اخلاق یه ورزشکار از همه چی مهمتره. بهم نمیگفت برو و بهشون ثابت کن که تو کی هستی، گفت برو ببین سبکای دیگه هم چجوری، هم کیک باکسینگ که فرانسه بودم کیک باکسینگ رفتم، باشگاه دیگه کاراته رفتم و واقعا اونجاست که میفهمی که چی بهت یاد داده و خود چقدر میدونی. اول کلاس میرفتم وقتی کلاس رو میرفتم میذاشتنم آخر کلاس و بعد از اینکه جلسه تمام میشد یه دفعه اول کلاس سر در می آوردم و خلاصه چندین سال اونجا به مسابقات متفاوت کاراته، کیک باکسینگ، فول کانتکت، سمیت کانتکت، سری تایتل‌های مختلف گرفتم. یه بارم به عنوان تیم ایران در تبعید ما از فرانسه به ایتالیا رفتیم و پرچم ایران رو به سینمو زدیم و بین 7 مملکت 8 مملکت اروپایی هم شدیم. اون بار اولی بودش که اون اشکایی که من تو بچگیم ریخته بودم و پدرم همیشه میگفت تو نمیفهمی الان که یه روزی ارزش اینو میدونی. اون روز اومد زد تو شونم، یه مشتم زد تو سینم، پدر من اینجوری عشقش رو نشون میداد. هر کی رو دوست داشت، حتی بچه های کاراته رو بهتون میگم، آدم های معمولی رو نمیگم، یه مشت تو سینهش میزد بعد میفهمید که چقدر دوست داره. این مشت رو زد تو سینه من، گفت یاد تو اون موقع من میگفتی چقدر روت سخت میگیرم و اینجور چیزا. دلیلش این بود به سن 16 سالگی قهرمان اروپا و
اینا مدال طلا. در واقع پیروز عزیز، شما اولین مشت همراه با عشق زندگی تو خوردی و اونم از کسی که به هر حال همیشه حامیت بوده و پشتت بوده و آموزگار واقعی شما به تمام معنا. پیروز جان، من دلم میخواد که یه مقداری راجع به ورزش کاراته خیلی کوتاه برای بینندگان ما. پیروز عزیز، من میخوام که برای بینندگان ما یه مقداری راجع به ورزش کاراته صحبت بکنیم. ببین، ورزش کاراته یکی از ورزش‌هاییه که بیشتر مؤلفه‌های آمادگی جسمانی رو داره. سرعت داره، قدرت داره، استقامت داره. تمام این مؤلفات در ورزش کاراته همه یک جا دور هم جمع شده، به خصوص که اون بخش احترام به بزرگتر و احترام به پیشکسوت‌تر هم توش خیلی مرسوم هست و این میدونم که از فرهنگ ژاپنی اومده. اما اگه ممکنه یه توضیح مختصری راجع به ورزش کاراته برای دوستان هم بدم. بله، از اون قسمت آخری که شما گفتین، اون احترام و هامبل بودن رو، به فارسی کلمه هامبل رو که خیلی هیومیلیتی داشته باشین و احترام، دقیقا احترام بزرگتر رو، اینا این اولین چیزهای هستش که مخصوصا وقتی که سنین پایین باشین و کاراته رو شروع کنین بهتون اینا میگن. یعنی واقعا اینه که بیان کاراته یاد بگیریم و دعوا یاد بگیریم و بریم دعوا کنیم کاملا مخالف کاراته هستش. در ضمن پدرم همیشه میگفت کاراته یه مینیاتور کوچیکی از زندگی انسان هستش. یعنی بهمون یاد میده که یک دری که رومون بسته میشه چجوری در بعدی رو باز کنیم و بریم و دیفیت و شکست خوردن رو قبول نکنیم. یعنی این خیلی چیز بزرگی است که از کسایی که مدت‌ها کاراته کار کردن، از کاراته این تدریس از خیلی بزرگی از یاد میگیرین که شکست خوردن براتون، این از شکستتون یاد میگیرین و اگه یه دری براتون بسته شد در بعدی رو باز کن و تو زندگی یعنی کلا شکست نخورید. و به غیر از اون 100% یک ورزش خیلی کامل هست. خیلی ورزش‌ها تو دنیا هستن که شما خیلی لیمیتد هستن، یعنی استفاده از پاتون کمه یا از یه دست خیلی استفاده میکنین، از یه پا بیشتر استفاده، یا مثلا اگه دست راست بنویسین بیشتر کارتون با سمت راسته یا چپ باشه. کار از یه ورزشی هستش که بله، همونطور که خودتون گفتین، سرعت، قدرت، نرمش، یعنی خیلی تکامل داره و نه تنها از لحاظ فیزیکلی ولی از لحاظ فکری و از لحاظ خیلی تفکر آدم رو قوی میکنه و کانفیدنستون رو میبره بالا، که این احساس تکامل رو از طرف یک ورزشکار مثلا میگیرین که فقط براتون این نیستش که تو شیپ خوبی هستین، میتونین خیلی کارا بکنین، دیدتون خوب میشه، نرمشتون خوب میشه. خیلی یه چیزی توش هستش که توی خیلی ورزش های متفاوت نیست. چقدر تمرینات ذهنی توی کاراته به شما کمک میکنه؟ و من دیدم اصولا کاراته کارا تنها ورزشکاری هستن که تمرینات ذهنی میکنن، یعنی ذهن میکنن، تفکر میکنن. خیلی مهمه. یکی خب تمرین که خیلی مهمه که اون بدن شما باید آمادگی خیلی کارهای ذهنی رو داشته باشه. اینه که اگه تو بعضی فیلم ها میبینین که ببخشن طرف نشسته میگه من رفتم تو زن این کار انجام میده، بعد میزنه یخ میشکنه یا بتون میشکنه، اینا همش مسخره. شما اگه دستتون آمادگی به شکستن اون سنگ، به کاری که پدر من قبلا میکرد، شکستن آجر رو، چوب و از چیزهای خیلی ابتدایی شروع میکنیم میریم بالا، ولی از لحاظ فیزیکلی باید اون کار انجام بدیم. و بله 100% از لحاظ مایندتون و تمرکز فکریتون اگه آماده نباشه، اون استیت زن و فوکس رو اگه نداشته باشین، امکان نداره که اصلا قبول کنین که دستتون رو بیدنه یه سنگ و یا آجر رو چیز اینجوری رو بشکنین، یا اینکه روی بدنتون چوب بشکنن، یا اینکه تو اصلا حالا به اون حد اصلا نرسیده باشین، مبارزه کاراته اصلا هر جای بدن در حقیقت که عضله داشته باشه، شما از طرف بدنی خودتون رو 100% باید آماده کنین و طرف دیگه از طرف ذهنتون و تفکرتون قبول کنین که هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه بدن شما رو درد بیاره جایی که عضله داری. اینه که یکی چندین بار اتفاقا یه سری نمایش بود که شما مثل قبلا ویدیوش رو داشتین که پدر من مش میزد تو بدن من، یا اینکه نمایشه که خودشون
خیلی سالها پیش دادن که چوبایی که به تنه درخت میزدن نمیشکست رو بدن شکونن در ایران و اینا اون تمرکز ها. یعنی اون زمان شما اصلا درد رو حس نمی کنید، انقدر که فکرتون و تفکرتون فوکس داده که توی اون کاری که انجام میده. بینندگان و شنوندگان عزیز، با پیروز وارسته عزیز، قهرمان کاراته و همینطور قهرمان بدنسازی صحبت میکنیم از شهر تورانتو. پیروز جان، به پدر اشاره کردیم، یه بخشی از برنامه میرسیم به اینجا و صحبت میکنیم و یاد میکنیم از استاد وارسته عزیز. الان میخوام که یه مقدار راجع به خودت، قهرمانیایی که داشتی و مسابقات فرانسه و بعدش راجع به بدنسازی و مسابقاتی که توی اونجا انجام دادی، زمینه ای که بینندگان عزیز رو دعوت میکنم یه مقدار عکسای شما رو هم ببینن، خواهش میکنم بفرمایید. اگر رو هر عکسی توضیحی داشتید که دوست داشتین برای بچه‌ها بگین، برای بینندگان بگین، خواهش میکنم که بفرمایید. الان که شما رفتیم توی عکسای زیبای اندام، اینه که من کلا کاری که توی اون دورانی که در مسابقات کاراته که من در اروپا بودم خیلی مسابقه دادم، اونجا هم توی که بهتون گفتم پدرم گفت برو سمی کانتکت، فول کانتکت، خیلی مسابقات مختلف توی اونا دادم. این عکس اتفاقا سالهای اولی بود که ما کانادا اومدیم، یکی از باشگاهی بود که قبل از اینکه باشگاه خودم رو پیدا کنیم چیز کردم، اجاره کرده بودیم و دارم گدنه سپینینگ پک اوراما باشی به اسم کاراته ای میزنم، اوراما باشی پرنده، اسم سینمایش یک تا پرنده، یک تا پرنده است، یک تا پرنده، اوکی، بله دیگه. این اوراما باشی، اوراما باشی گری پرنده است که بله تو این سالها بود. ولی کلن در کانادا که بودیم، الان این ای فوتوشوته که قبل از دیگه سالها بعد از اون بود که من کاراته متاسفانه بعد از این اکسیدنتی که داشتم که 20 نفر ریختن سر کلم با چاقو و قمه که انگشتم بریده شد، دکتر بهم گفت دیگه مسابقه کاراته نبود. این بعضی بود که چندی بار قهرمانی کشور کانادا رو برده بودم تو کاراته و چون مسابقه دادن هنوز تو بدنم بود و خیلی علاقه این از پدرم بهم رسید. پدرم همیشه خیلی دوست داشت وزن بلند کنه و بدنش قوی نگرد داره، اینا که شاگردهای قدیمیش میدونن، همیشه تو ایران یادش بخیر میگفت بریم آب دنبل بخوریم وقتی میخواست بره وزن بزن. اینه که اینم از خودش به من ارث رسیده که وزن زدن و اینا. بعد کلن به من که گفتم مسابقه کاراته نه، چون گفتن اگه این انگشتو یه بار دیگه بشکونی این دیگه نمیتونیم عمل کنیم، اینا اصلا دستتو نمیتونیم مش کنی و اینجور چیزا. من علاقه به مسابقه دادن کلا خیلی داشتم، اینه که خودم آماده کردم برای مسابقات زیبای اندام و یه دلیل بزرگم که اتفاقا این کار کردم این بود که همه به من میگفتن که تو بدن، تو این عکسی که میبینین بدن رزمیکار مارشال آرتی داره، یعنی عضله داره بدنت، منتها بیشتر بدن مسلمان نمیتونی اینو بری حجم بهش بدی و این کارو بکنی. و اون من به اون کلمه نمیتونی خیلی حساسم کلا، وقتی کسی بهم بگه این کار نمیتونی انجام بدی بیشتر مثل خیلی ورزشکار دیگه. اینه که این عکسی که الان میبینین این با مدالای کاراته است، توی سری قهرمانی کانادا و آنتاریو اینترنشنال و اروپا و اینا، بعد این عکس بعدی قهرمانی زیبای اندام کشور کانادا که من قهرمان زیبای اندام کشور کانادا رو 2 سال بعد از اینکه مسابقه آخرین باری که قهرمان کشور کانادا رو تو کاراته بردم، یعنی تو 2 سال اینا ثابت کردم که اونی که آدمی که نمیتونه نه تنها در مسابقه آنتاریو بلکه مسابقات آنتاریو رو که بردم و اوورالش رو بردم، مسابقات قهرمانی کشور زیبای اندام رو بردم تو وزن خودم. اینه که یه کار ایمپاسیبلی بود. این یکی مقدار شروع به کوچینگ بادی بیلدرهای دیگه کردم تو نوجوانان، اینا می اومدن پلی، من رژیم غذایی بهشون میدادم، آمادگی بدنشون رو چک میکردم. این رژیم غذایی اونه که زیبا اندام کار میکنن که میدن ماشاءالله، یعنی واقعا یکی از سخت‌ترین میتونم بهتون بگم ورزش های دنیاست موقع که شما آماده میشین برای مسابقه.
یعنی زمانی که من مسابقه کاراته میدم، مسابقه کاراته شما تا زمانی که غذاتون رو مرتب بخورین و تمرینتون کامل باشه، صبح تمرین کنین، بعد از ظهر تمرین کنین، خوابتون خوب باشه، اینا میرین و مسابقتون رو میبرین، از لحاظ تکنیکی خوب باشین، همه چیتون مرتب باشه. ولی زیبا اندام شما از ساعت 6 صبح که پا میشین تمام غذاتون اندازه گرفته شده هستش، نمیدونم آبتون رو مواظبین چقدر آب بخورین، خوابتون چقدر، یعنی تا روز مخصوصا ماه قبل از مسابقه، تا دو هفته قبل تا روز مسابقه که روز استیج باشین، این عذاب برده شو، یعنی یکی میتونم بگم سخت‌ترین ورزش دنیا. کتک خوری توش نیست مثل ورزمی، ولی اینم که عکسی که میبینین که یه کامبینیشن عکسه که همون سال بچگی که من خودم یادم نمیاد، مثلا تو این عکس 2.5 سال سالم بیشتر نبوده، و اون یکی عکس بغلش، اون درست واسه اولین مسابقه زیبای اندام برای شروع جان. اگه اجازه بدی به بخش پرورش اندام میرسیم، ولی الان میخوام که از در همون بخش کاراته مقدار صحبت بکنیم. دیروز پارسته، کسی که تعصب داره روی ورزش کاراته، از یه خانواده‌ای میاد که پدرش بنیانگذار این قضیه بوده، این ورزش بوده، خودش قهرمان بوده، خواهرش در سطوح بالا مربیگری تیم ملی کانادا رو انجام داده. یه اتفاق براش میفته و این اتفاق باعث میشه که از دوره قهرمانی کاراته خداحافظی بکنه. ما توی این برنامه خاطرات خوب و خاطرات تلخ رو بررسی میکنیم، راجبش صحبت میکنیم. آیا میشه از این به عنوان یه خاطره بعد یاد کنید و بفهمید که چه اتفاقی افتاد؟ بله، حقیقتا خاطره بعد که خب بله، خاطره بعد این بود که یه اتفاق حادثه خیلی بدی برام میفته که تصویر دارین شما؟ تصویر؟ بله بله تصویر دارین. اوکی، یه لحظه. بخش بله، خاطره بعد این بود که واسه یک تصادفی، تصادف هم یه حادثه بر من پیش میاد که یکی از داونتاون همین شهر خودم تورنتو بودیم و یکی از دوستای منو از ماشین مادشون میشدیم، یه سری حمله کردن بهشو. من در ماشین که داشتم قفل میکردم به چرخم، دیدم که 4-5 نفر رو سر این بیچاره هستن، بستنش به مشت و لگد و اینجور چیزا، اصلا نفهمیدم سر چی این جریان هست. بیچه دیگه من اومدم و پریدم وسط که از دوستم دفاع کنم و این چند نفر رو زدم و اینا. بعد یه دفعه سرمو چرخوندم، دیدم که 15-20 نفر دیگه با چاقو، اینا یه گنگی بودن، یه گروه دیگه به فارسیش دارم گنگ تاگز بودن که از این پشت این بیلدینگ، اون زمان قسمت نایت کلاب اینا بود، پارکینگ لاتی که ما پارک کردیم که بریم اون جایی که قرار بود دعوت بودیم یه تولد و اینا، خلاصه ریختن سر ما با زنجیر و قمه و نمیدونم همه اینجور چیزا. و وقتی که اونایی که خب رزمی کارن و تجربه دارن میدونن وقتی این همه آدم روتون هستن، تنها کاری که میتونی سعی کنی بکنی، نمیشه آدم قشنگ دقیق هر کدومو بزنه، فقط باز یه جوری خودتون تو نیدونی که اولا زمین نخوری که اینا قمه سرکلت نزنن، و یا اینکه فقط بتونید از خودت دفاع کنی و زنده بمونی. و تقریبا میشه بهتون بگم نزدیک یک دقیقه و نیم دقیقه حمله از اینا بود به من، که من فقط دیدم یه چیز خیلی براقی داره میاد تو سرم، که دستمو کشیدم اینجوری بالا دفاع کنم. این تو کمراتون میبینم قشنگ این دست منو تا استخون قمه جدا کرد، قمه بود، من چیزی که فقط دیدم آهنی بود، اصلا فکر کردم یه چیز میل آهنی ولی قمه بود. بعد یه خورده بعد این دیگه خون فوران میزد از اینجا، دیگه بهتون بگم تا نزدیک 2-3 متر اونورتر خون میپاشید همینجوری. و سمت راست بهم حمله کردن که قشنگ چاقو رو بردن بزنن تو قلبم، که کشیدم عقب، چاقو رفت که این 4 تا انگشت رو دست و ایمین اینجا قشنگ این 4 تا انگشت تا پایین این انگشت خلاصه جدا کرد، اصلا انگشت ها آویزون بود اینجوری. خلاصه من تنها شانسی که آوردم میگم اونجا این بلوزه که تنم بود و کندم و پیچوندم دور دستم، و بعد این دوست ما که دیگه اینا گذاشتن در رفتن که قبل از اینکه پلیس برسه.
و این دوست من سوار ماشین من شد، شانسکی منو به یه بیمارستان رسوند و اینا. بعد از اینکه چندین عمل دست و عصب و همه چی رو من کردن، برگشتن گفتن که متاسفانه ما استخون و تاندون و اینا رو همه رو به همدیگه جوش زدیم، ولی جفت دستا که تو گچ، و تنها خبر بعدی که داریم بهت بگیم دوستان دوباره احتمالاً دیسکانکت شدیم. سعید جان شما هستی؟ بله، کیفیت اینترنتشون پایینه، فکر کنم از گوشی دارن استفاده میکنن، احتمالاً اینترنت ایشونه که باعث اینجوری میشه. ولی دوباره اون که برگشتن، چون داره وقتی اینترنت باعث میشه یه جایی تاثیرشون هم کوچیک میشه، بخاطر اینه. خب ما نمیتونیم ستاپی نداریم که با ما کاری نداریم، کاری آدم بر نمیاد. ما اینترنت اینترنته که فقط همه جا رو داغون میکنه. تنها چیزی که میشه توش دستپورت بعد اینترنت خوب باشه که پیدا جان. پیروز جان برگشتی دوباره. دوباره رفت از بود. ببین اینترنت شما مثل این که اونجا یه کمی اشکالاتی داره. والا اینترنت ها اینجا های سپیده، بعدش هم الان کسی هم اینجا نیست. معمولا من خودم چیزای زوم قبلا داشتم، کلاسای زوم داشتم، ولی اینجا نمیدونم. اشکال نداره پیروز جان، میخوام از اونجا که دستات بالا بود خب ادامه بدی که دکترها خبر بد دادن، گفتن تنها خبر بد. اما عصبش اینجا که قطع بود، این عصبی که به آلدر نرف بهش میگن که به دو انگشت کوچیک و وسطی میرسه، این عصب قطع شده بود که اینو عمل کردن، عصب رو پیدا کردن، هم وصل کردن، و این یکی انگشت هم که تا که استخون و تاندون اینا همش جدا شده بود اینا رو هم برگه بس کردن. ولی برگشتن گفتن کلن که دستتو میگم بیشتر از نصف مش بیشتر نمیتونه بکنه، و این دوتا انگشت هم در آینده ممکنه زونیش رو اصلا نفهمی، حس نکنی، چون عصبه ممکنه برنگی. در سال با این حال پدرم گفتش که حرف دکترها رو قبول نکن، یک سال و نیم بهم گفتن فیزیوتراپی باید بره. بعد 6 ماه من کاملا دستم مش میشد و این عصبم کامل برگشت که حس به این دوتا انگشتم. چند تقریبا بعد از یک سال و نیم دو سال مسابقه دادن، دوباره این انگشت، این دست سمت راستم حساس شده بود، استخونا حساس شد، انگشت کاملا جمع میشد، دوباره این انگشتم و دستم و دوباره تو مسابقات قهرمانی کشور، اتفاقا یادم آخرین سالی که مسابقه قهرمان کشور رو بردم اول شدم، دو تا مسابقه قبل از فینال دستم شکسته بود، دستم رو توی دستکش مسابقه قایم میکردم که اینا داورا نبینن که چقدر ورم کرده نذارم مثلا من برم مسابقه بعدی. اینه که این اون سال قهرمان کشور سال 2000 هم میبرم، و بعد از اون دیگه که به دکتر اینا میرم دست انگشتم میگم مدار کج، هنوز در اومد اینجا به این انگشت وسطی کجه و کاملا باز نمیشه. بهم گفتن که اگر دوباره یه بار دیگه اینو بشکونی دیگه این دست این اصلا دیگه انگشت همینجور به این حالت میمونه و خیلی اذیت میشه، تا آخر عمرت آرترایتیس میگیری و اینجور چیزا، و این کار مسابقه کاراته نکن. اینجوری شد متاسفانه که دیگه مسابقه کاراته بعد از اون ندادم و به پرورش اندام و مسابقه زیبای اندام رو شروع کردم. ولی پیروز جان شما در پرورش اندام و زیبای اندام هم موفق بودی. بله اگه کلن اتفاقی که گفتاد، من میگم یکیش این بود ما با پدرم بغل ورزش کاراته با وزنه کار میکردیم و اینا، ولی اون زمان که هنوز مسابقه کاراته میدادم، بعد از اینکه سال اول که قهرمان کشور تو کاراته بردم، شروع کردم به تمرین خصوصی و پرسونال ترینینگ که با مشتری متفاوت
بعضی رو ورزش رزمی، بعضی رو بوکس، بعضی وزنه اینا کار میکردم باشون و اینا، و چند نفر بچه رو باشون آشنا شدم که اینا تو کار زیبای اندام بودن، چون اتفاقا قهرمان زیبای اندام کانادا بود و اینا، که یکی از دوستان اسمش گیرمو سلس هست که اینم خیلی موفق بوده تو زیبای اندام، هم مستر مکزیکو بوده هم چندی بار مستر کانادا و من مسابقات کانادا رو برده بود. این اتفاقا کسی بود که من برگش گفت و بعدن من گفتم خب الان میتونم مسابقه زیبای اندام بدم با شما تمرین کنم و اینجوری، بعد برگش بهم گفتش که آقا تو بدن کاراته ای داری، تو بدن بروسلی داری، نمیتونی مسابقه زیبای اندام اول بشی. این به من خیلی برخورد و گفتم که کار نشد نداره، و شروع کردم با اینا تمرین کردم و دیگه رفتم غذا خوردنشون رو یاد گرفتم و خیلی مطالعه کردم راجع بهش و یه مقدار به قول انگلیسی میگن street smart aspectشه که از اونجا یاد گرفتم، یه مقدارم book smartشه رفتم استادی و راجع به nutrition و اینجور چیزاش، و کلن دقیقا میتونم بگم یک سال بعد از اون بود، یک سال و یک ماه بعد از اون که مسابقات آنتریو، اولی مسابقات آنتریو شرکت کردم و نه تنها وزن خودم بودم ولی وزن اوورالم، وزن کاملم بردم، یعنی وزنی که وزن خودتون میارین با اونای دیگه که قهرمانای وزن متفاوت هستن با اونا با هم دیگه میان رو استیج، و مسابقه در سادبری بود و من اوورال و مسابقه رو بردم، یعنی با هیوی ویترم از اونم جلو زدم و اول شدم. کل مسابقه از اون دقیقاً 9 ماه بعد خودم معامله کردم که چون که این مسابقه رو اوورالش رو بردم کوالیفای شدم که بتونم برای قهرمانی کشور شرکت کنم، که برای قهرمانی کشور زیبا اندام شرکت کردم، بعد اونم اول شدم که اتفاقا اون سال تو وزن من 16 نفر بودن، خیلی خیلی تعداد شرکت کننده 16 نفر تو وزنت باشن و اولین مسابقه کانادا باشن. بله بیندگان عزیز، با پیروز وارسته صحبت میکنیم، کسی که توانایی اینه داره که تهدیدها رو تبدیل کنه به فرصت، بعد از اون اتفاق تلخ بزرگترین آسیب، بزرگترین ناراحتی و ناکامی برای یک ورزشکار این هستش که شرایطی براش به وجود بیاد که نتونه ورزش کنه، منظورم اینه که آسیبی ببینه یا شکستگی یا اتفاقی براش بیفته، ولی از اون بدتر این هستش که این اتفاق ناخواسته و در یک لحظه بیفته بدون اینکه شما ازش اطلاع داشته باشید. پیروز جان، تو بدترین اتفاق زندگی تو تبدیل کردی به یک فرصت برای اینکه بتونی دوباره به میدان ورزشی برگردی. حتما یه سری خاطرات خوب اینجا داشتی و حمایت‌های پدر و خانواده. الان میخوام یه مقدار راجع به خاطرات خوبت صحبت کنی. بله، اتفاقاً من قبول ندارم هیچ خاطره بدی تو زندگی نیست. همین که میگن هر چیزی واسه یه دلیلی اتفاق میفته و اینجور چیزا. اینجا تونستم ثابت کنم که آخه یک زمانی بود که من اصلا ببخشید مسابقه کاراته که می بردم همه می گفتن و بردی که بردی پدرت فراد وسته است دیگه، چی می خواهد بردی؟ جوک کده ببرم، یعنی اینقدر مردم از من خیلی بالات چیز می خواستن، خدا نمیم بس یه راست می رفتم قهرمان دنیا می شدم که به اونجا نرسید و خواهرم نسیم رفت اون قسمتش برفت دیگه، دست ما شهید داد، خواهر کوچیکمون رفت اون قسمت رو اون تایتل هم گرفت. ولی میگم هر مسابقه کاراته که می‌بردم از 2 سالگی شروع کردی پدرتم فرادواسه الکی چرا پوز میدی نمیدونم فلان و بیسان، نه که پوز میدادم، ولی از یه طرف میگم این مسابقه زیبای اندام که بردم اولین نفری بودم که از یک ورزش کاملا متفاوت که رزمی اصلا ربطی به زیبای اندام نداره، درست خیلی رزمی کاره با وزنه کار میکنن ولی مسابقه زیبای اندام نمیدونم، خود پدر منم مسابقه زیبای اندام هیچ وقت نداده بود و اینا. این اون حادثه بعدی که شما گفتین و بدترین روز زندگیم بود تبدیل شد به اون روزی که وقتی که قهرمان کشور توی زیبای اندام بودم، خیلی برام باعث افتخار بود چون اومدم یه کار کاملا متفاوت کردم و توی ورزش دیگه نمیتونستم بهم بگن اینم فقط از پدرت میاد. البته 100% اون دیسیپلینی که تو اون من داشتم و تونستم تو مدت زمان کوتاه خودم رو به اونجا رسونم، باز دوباره به اون برمیگردیم، به اون دردی که از تو کاراته و همون مینیاتور زندگی که بهتون گفتم قبلا گرفته بودم.
و اون چیز که پدرم بهم یاد داده بود که هیچ موقع شکست رو قبول نکن. ولی خاطره خوب باز یه دونه همون باری بود که تو اروپا اون مشتی که پدرم بهم زد و گفتش اون گریه هایی که تو بچگیت کردی و اون کتک هایی که خوردی بعد به من میگفتی چقدر دود سختگیرم و اینجور چیزا، یا کسایی که شاگردای ارشدش در ایران میدونن مثلا پدر من برای امتحان کمبنسیام 3 بار 4 بار منو رد کرد و کسای دیگر رو قبول میکرد منو رد میکرد، چون بعد اون شاگرداش منو میگفتن که خب استاد چی میخوای شینان از این پسر 12 سالشه بعد میندازیش با شاهدای ارشد، میندازیش با کمبنسیاهایت، بعد میخوای جلوی اینا وایس اونا رو بزنه، خب نمیتونه بدبخت بچه هست جونیر چیزش کنه، بالاخره کمربندش رو بهش بده بعدن که سن بالاتر رسید دوره ازش یه بار دیگه امتحان کنه. خلاصه اینجوری شد که با هزار، چون همه فکر میکردن که پدرت چون استاد شینان وارثه پارتی بازی میشه و زود کمربند تو بهت میده، پدر من برعکس بود، سختگیرترین با خود من بود، سختگیرترین با خواهم نسیم بود، چون زمانم که نسیم داشت آماده میشد واسه مسابقه اینا اصلا حریف تمرین با اینکه سن بالاتری از من شروع کرد، طرف 5-6 سالشون کار تشکر کرد، ولی حریف تمریناش همه پسر بودن همش کسای نسیم جان الان مربی تیم ملی کانادا هستن اوز؟ بله نسیم مربی تیم ملی کانادا و تنها دختر و خانومی هستش که در تاریخ کانادا یه همچین به همچین رسمیت شناخته شده و یه همچین مسئولیتی رو داشته. اصلا در کل تاریخ کانادا هیچ موقع یک زن نبوده که میگم کوچ اصلی کانادین هد کوچ کانادا باشه. بسیار عالی، واقعا باعث افتخار تمام ما ایرانی ها هست، اصلا کل خانواده شما واقعا باعث افتخار همه ما ایرانی ها هستیم. فیروز جان، ورزش کاراته در ایران هم رتبه جهانی داره و با اینکه شما سالهاست که از ایران دور هستین، سالهاست که پدر از ایران دوره، هنوز فدراسیون کاراته به پدر وفاداره و من میدونم که براش مراسم گرفتن تو ایران، یاد و خاطرش رو زنده نگه داشتن. این از اون ماهیت اون ورزش و احترامی که در اون ورزش هست میاد. خواهم ببینم که شما با بچه های ایران در ارتباط هستین، با فدراسیون ایران حتما در ارتباط هستین، آینده ورزش کاراته در ایران چطوری؟ بله مرد جان، من با خیلی بچه های کاراته ایران در تماس هستم، بیشتر از همین طریقه فیسبوک و اینستاگرام با هم دیگه هم میذارم، خیلی وقتا نمیدونم خودتون هم دیدین عکس های پدرم رو میذارن و همیشه به یادش هستن و خیلی جداگونه واسه من با من کمیونیکیشن دارن، تماس دارن و اینجور چیزا. و پدرم تو لحظه آخرم که واقعا خیلی آدم وطن پرستی، تو لحظه آخرم که میتونست ایران مون و همشون هم اینو میدونن راجع بهش و هنوز هم خیلی دوستش دارن. متاسفانه مسئله خیلی ایرانی اینه که قدر کسی رو نمیدونن تا زمانی که از دست دادنش. اون زمانی که اینجا خدا بیا مرزتش سرحال بود، کلاس درس میده اینا، حتی اون موقع من گلم بهشون همیشه اینه و الان هم بهشون میگم، اون زمان خودش به قدر کافی به یادش نمیکردن و قدرش رو نمیدونستن و اینقدر عکسش رو نمیذاشتن و سراغ حالش رو نمیگرفتن تا زمانی که از این دنیا رفت. و این تنها گلگی بزرگی که من ازشون دارم. و یه گلگی دیگه هم، گلگی که نه، یه حقیقتیه که واقعا پدر من همیشه میخواست که کاراته اتحاد داشته باشه و پیوسته بشه یک زمانی در ایران، زمانی که از اونجا خارج شد، که تمام سبک‌ها با هم دیگه دست بدن و خودشون رو قوی تر بکنن که بتونن یک پارچه بشن، میدونین همشون با هم دیگه توی یه خط باشن. مثل تیکواندو الان دلیلی که خیلی سالها پیش تکواندو به المپیک رفت واسه خاطر این بود که اومدن با هم دیگه یک پارچه شدن، نیومدن با 100 تا سبک مختلف. نه اینکه مسئله با این نداشت که سبک‌های مختلف است، ولی دوست داشت که با هم دیگه هم دست بشن و یک پارچه بشن که بتونه کاراته زودتر به المپیک بره.
ولی این کار رو انجام ندادم و نه تنها که انجام ندادم و حتی توی یه دونه سبک هم الان صد مدل برتریت میخوام بگم این من بهترینم اونه که میگه من بهترم، حالا اسم هیچ سبکی رو نمیخوام بگم و هیچ کسی رو کوچیک نکنم، ولی کلن مسئله کاراته ایران با واقعا از لحاظ استعداد پدرم خدا بیامرزش همیشه می حرف رو میزد، میگفت ایرانیا پر استعدادترین آدم های دنیا هستن، یعنی واقعا پشت کار و استعداد، و الانم ایران خیلی قهرمان دنیا توی تیم ایران هست، یعنی استعدادشون واقعا مکسیم، با اینکه نسبت خیلی جاهای دنیا کمک هایی که بهشون میشه به حد اون جای دیگه نیست، ولی بازم میان جلوی ممالک گنده دنیا با هم میسن، چندین قهرمان دنیا دارن. من چند بار همین به عنوان کوچ با که مسافرت کردم که چند تا شاگردمون تو مسابقه بودن، با خیلی از اوسوای تیم ملی آشنا شدم، خیلی هاشون هم بکراند کانزن داشتن که سبک خود پدر من بود، و حتی اگه سبک کانزن نبودن همشون میگفتن که واقعا پدرت و پدر کاراته ایران هست که اصلا حیاتش بود و اصلا کل کاراته ما مدیون چون هستیم. ولی اگر هم که گفتم این اعتقاد و اکبان دیگه داشتن خیلی میتونست از اینا بالاتر باشه، خیلی بهتر باشه. بله همونطوری که پیروز جان گفتن، بله ورزش ویترین یک جامعه است که اگر توش اقتصاد خوب باشه، وضعیت اجتماعی خوب باشه، طبیعتا ورزشش هم شکل میگیره، ولی متاسفانه به خصوص در سالهای اخیر یه مقدار این قضیه رو خیلی خوب شاهدش نبودیم. پیروز جان شما یه باشگاه خیلی مجهز و مدرن و تیم خوبی رو در رشته کاراته دارید و همینطور میدونم که یه سالن بدنسازی هم دارید. خب تمام این تمرینات مرتب منظمی که شما انجام میدادید الان به دلیل کرونا یه بخش خیلی زیادیش مختل شده و این اتفاقیه که برای تمام دنیا افتاده. میخوام بفهمید که برنامه‌تون در دوران کرونا چی بوده؟ آیا شما هم تعطیل کردین و تا کی میخواید این قضیه ادامه پیدا کنه؟ چه برنامه‌ای دارید؟ بله من کاش که این جواب داشتم بهتون الان میگفتم که تا که ادامه خواهد داشت، اینه که خیال هممون راحت میشد، اقلا میتونستیم یه نفس عمیقی بکشیم که واقعا زندگی قبلی که داشتیم رو پس بگیریم، ولی متاسفانه این جواب رو ندارم. ولی چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که بله ما کلی تو این باشگاه خرج کردیم، باشگاه رو نوسازی کردیم، همه چی شد تغییر دادیم در سال 2019 که تقریبا سال نو 2020، یعنی برای سال 2020 می‌خواستیم باشگاه اصلا کاملا یه فیس لیفت کامل گرفت و خیلی پول و زحمت رفت توش، و متاسفانه میگم درستم سال قبلش خیلی سال موفقی داشتیم، چون من کلاس های بوتکمپ هم شروع کرده بودم، خواهرم خیلی فعال بود با تیم کانادا، با بچه های خودمون نسیم کلاسامون پر بود، پشت هم دیگه کلاس، و من با شاگردای خصوصی و بوتکمپ هم خیلی اسم خوب در کرده بود. چون یکی از سوالاتمون اتفاقا پیروز جان همینه، این بوتکمپی که شما کردین خیلی سرسده کرد، خیلی خیلی واقعا در سطح شهر، اولا بسیاری آدمایی که عمرشون ورزش نکرده بودن و شما دوباره ورزشکار کردین، دوباره خیلی فضای شاد و فانی رو درست کردین که واقعا هر کسی که این صحنه رو میدید دلش میخواست که اونجا باشه. این بوتکمپ رو شما چطور شد که اصلا شروع کردی به طراحیش و توییت کردی و شروع کردی به کار؟ حقیقتا بازم یه جوری مدیون پدرم هستم، چون پدرم بهم یه چیزی میگفت که هر موقع که مثلا میخوای واقعا فکر بکنی راجبه یه ایده جدید، برو جایی که خیلی طبیعت زیاد هست، برو توی جنگل، از کوهنوردی کن، برو جایی که خیلی طبیعت زیاد هست و اینا، شروع کن به فکر کردن که چیکار میتونه بکنی که اون به قول معروف انگلیسی میگیم پرپس زندگی تو دوباره رو کنی و بتونی چیز جدید توی این دنیا بیاری. من یه پسر دایی دارم که توی سوئیس زندگی میکنه،
و برای تعطیلات زمستون همین کریسمس رفتم دو سال پیش، یعنی میتونم بهتون بگم بله سال 2000 و سال تحویل سال 2019 بود که رفتم سویتزرلند و اون توی شتاد زندگی میکنه که از این پیستای اسکی و قله های عجیب غریب و نوردی و اینا هست. بعد من کلا خودم اسکی باز نیستم با این صورت، اینه که کاری که میکردم هر روز صبح میشدم قشنگ لباس گرم پوشیدم میرفتم دو تو این کوها. بعد تو این کوها که رفتم اونجا یه قسمت هایی بود اصلا کوهای عظیم میبینی و اینا، و واقعا این داستانی که بهتون میگم این حقیقت این بود. یه لحظه من اصلا الان بدنم گوسپام میگرد این داستان رو بهتون میگم، بدنم یه لحظه اصلا وایستادم تو این کوها داشتم نگاه میکردم، رفتم تو فکر، همجور رفتم تو فکر، فکر کردن که اینجا اومد ایده تو سرم که چیکار میکنم اینا. بعد اونجا یه دفعه مثل واقعا دارم بهتون میگم مثل یه جرقه تو سرم زدیم، ایده بود که من که یه کاری میتونم بکنم که این مارشال، چون خیلی آدمای معمولی وقتی به من که میگی ورزش رزمی میترسن، یا بگی بوکس او مثلا دماغم میشکنه خون میاد، مثلا این براشون نیست. اونجا گفتم تو این فکرن که میتونم یه کار جدید بکنم که آدم های معمولی هم که نمیخوان برن ورزش رزمی کار کنن بتونن، چون اون قسمت فیتنس هم از زیبای اندام و تدریس خصوصی گرفته بودم، برام این ایده ها با همدیگه تو سرم قاطیش اونجا یه دفعه جرقه زد. یعنی مهدا جان بهت میگم تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه من اونجا توی بالای کوها همونجور وایستده بودم، فقط داشتم فکر میکردم. این فکر به سرم زد که آره میتونم بیام یه کاری بکنم که اینا رو بکشم، بعد اصلا بهشون بگم لباس ورزشی معمولی تنتون کنیم، موزیک میذاریم، خوش میزنیم، تامر میدیم، بالا فیت میشیم، کارهای اینجوری، و اصلا با هم دیگه نه فایت میکنیم، نه دماغتون خونه میشه، نه میدونیم اون ترسی که دارن. بعد هر کسی به هر شیپی هم که باشه میتونه بیاد سر این کلاس، چون هر کی که میاد فقط به مقداری که خودش میتونه خودش فشار میاره، یعنی هر کسی میتونه بیاد سرگرم. دقیقاً همین اتفاق افتاد با دوستای خیلی نزدیکم و اینا، شروع کردم تبلیغ کردن و اونا رو آوردم تو، یه مقدار تبلیغ تو فیسبوک و اینستاگرام، و فقط از کلاس میمه بعد از تلفنایی به من میشد که ما این کلاستون میبینیم، میبینیم همگی دارن چقدر بهشون خوش میگذره، همه لبخند به لبشونه، و این انرژی مثبتو دیدن که فهمیدن که این مردم واقعا الکی این ادا اینا اکتر اکترس نیستن، همین آدم ها هستن که دوست رفتار خودشون هستن. اکثرشون اصلا میشناختن فلانی رو دیدم اینجوری اینجا، و خلاصه بله این موفق شد و خیلی سال خیلی خوبی داشتم تا اینکه این 2020 که یه دفعه همه چی برگشت و سرمون خالی شد، که بعد از اینکه تقریبا ما یک ماه و نیم باشگاه درش بسته بود که داشتیم رنوویشن رو میکردیم که سال 2020 دیگه عالی باشه با همه این فعالیت های جدید که خودم داشتم و نسیم داشت، که متاسفانه هفته دوم مارچ بود که ما تا تقریبا یک ماه و نیم تازه بود که باز کرده بودیم از این نوسازی جدیدمون که کامل باشگاه رو عوض کردیم، و رفتیم به پروژه اول کرونا افتادیم که درهای اضافه تعطیل و بست و همه خونهشون بمونن و اینجور چیزا. بله متاسفانه این کرونا، این اتفاقی که برای همه دنیا افتاده به خصوص ورزشکاران و سالنداران رو متضرر کرده، اما از خود شما و صحبتهایی که میکنی یاد میگیریم که باید امید داشته باشیم، اینم میگذره و بله. مطمئنن روزهای خوب سراغ هممون میاد. پیروز جان از صحبت با شما خسته نمیشیم، خیلی خوشحال میشیم، حال میکنیم با حرفای جالب و پر انرژی که میزنی. در پایان اگر صحبتی برای بینندگانمون دارید بفرمایید که سر و پا گوش هستیم. بله یه چیزی هستش که واقعا میخواستم به همگی بگم، چون خیلی وقتی به خود من پیام میفرستن توی اینستاگرام یا فیسبوک و اینا میگن که پیروز جان اصلا جریان تو هیچ موقع اصلا ناراحت نمیبینیم، یا همیشه لبخند رو صورتت و اینا هست و همیشه انرژی، چجوری این کار میکنه؟ حقیقتش اینه
یعنی دارم میگم، یعنی هممون زمان داون داشتیم و داریم و در حد همین قلم همین این ساعتی که الان من با شما صحبت میکنم، این کلاس این پشت من که میبینیم باشگاه اینجا قلقله بود، الان میبینین خالی خالی میبینین. و تنها چیزی که دارم شروع میکنم به حالت مثبت بهش فکر کردم و همونطور که بهتون گفتم که توی سوئیس در فکر بودم کردم، اونجا الان دارم خیلی فکرهای متفاوت میکنم و ایده‌های جدید میگیرم واسه آینده که ایشالله بتونم به زودی با تون شیر بکنم. الان نمیتونم بهتون بگم، ولی میخوام اینه که به قسمت مثبت این جریان فکر بکنین و کاری که من میکنم. الان من همیشه به خانوادم خیلی نزدیک بودم، ولی الان در حال حاضر خیلی نزدیکتر به خانوادم شدم. یعنی این از این فرصت استفاده کردم که خیلی فرصت بیشتر برم با خواهرام، با شوهر خواهرام، با پسراش، پسر دخترشون نیس و نفیوم و اینا، خیلی وقتای خوبی با اونا دارم و قدر این زمانها رو هم میدونم. واسه این دیو جان تشکیل خانواده که هنوز ندادی شما؟ بله؟ هنوز که تشکیل خانواده ندادی؟ متاسفانه نه، من زمانی که ازدواج کرده بودم نزدیک بود یه پسر تو راه بود که متاسفانه نشد، ولی حالا اگه دا بخواد الان با کرونا همه میگن دیگه خب سنه داره بالا، ولی من عقیدم بهم میگم زمانش درست باشه به موقع باشه میاد. الان زمان اگه خدا بخواد میاد. خب در واقع شما نباید دیگه متاسفانه، باید دیگه خوشبختانه، برای که بینندگان عزیزمون خوشحال میشن از شنیدن این خبر که شما مجرد هست. اون قسمت هم داره، ولی از این برم کووید تصادم میتونه بیرون بره با کسی آشنا بشه جدیدن. اینش هم هست. بله انشالله اگه خدا بخواد. ولی کلا چیزی که میخوام بگم نتیجه گیری اینه که به چیزای خوب فکر بکنین، سعی کنین با خانوادتون، اگه خانواده نزدیک زیاد دور براتون نیستن، با دوستاتون ارتباطتون رو بیشتر بکنین. حتی ارتباط اگه نمیتونین ببینین، تلفنی با هم دیگه صحبت کنین. خیلی هستن وقت موقع سخت تو زندگیشون هست تو خودشون نگه دارن و این چیز خوبی نیست. باید سعی کنیم با چند نفر که بهتون نزدیکن دلتون رو بگیم، اینو خالی کردنش خودش روان پزشکی خیلی خوبی هستش، اینه که افسرده نشین، اینجوری از افسردگی بیان بیرون و ایشالا که به زودی دنیای هممون آزاد میشه و به دنیایی که میخواییم میرسیم. بینندگان عزیز، همطور که شاهد هستین در پرژن اوارد هستیم، من مرداد حجیر با قهرمان پیروز وارسته صحبت کردیم راجع به خاطرات خوب، خاطرات بد، قهرمانی ها، همینطور یادی کردیم از استاد شینان فرهاد وارسته، خدا را بیامرزتشون، صحبت کردیم از قهرمان نسیم وارسته، خواهر آقا پیروز گل که سرمربی تیم ملی کانادا هستن و منتظر سورپرایز آقای وارسته در آینده خیلی زود هستیم که برای برنامه‌ای که دارن از اونها بهره‌مند بشیم و حتما تو شرکت بکنیم. پیروز جان خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید و همیشه باعث افتخار ما هستین، همه شما و خانوادتون همیشه باعث افتخار ایرانیان و علی خصوص من هستین. برات آرزوی موفقیت میکنم، ممنون از وقتی که به ما دادید. مرسی مرتا جان، خیلی تشکر از همگی شما و این فرصتی که به من دادین و که تونستم باهاتون صحبتی کرده باشم و به امید صحبت‌های خوب آینده ایشالله که زندگی همه دفعه بعدی که با هم دیگه صحبت میکنیم بهتر از همیشه باشه و قدر همدیگه رو بیشتر از همیشه بدونیم. خیلی ممنون از شما. ممنونم از شما. خدا حافظ. خب پیروز جان خیلی ممنون از